با درود به همگی شما عزیزان، 16 آذری متفاوت با سالهای پیش عنوان مجله هفتگی چشم‌انداز ما هست. خبری با تیتر روز دانشجویی متفاوت با سالهای پیش در دولت امنیتی ها بر روی خروجی سایت رسانیوز نشان از خشم محافظه‌کاران و رسانه‌های حامی آنها از برگزاری روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف کشور دارد. بر اساس گزارش‌ها، هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها با سخنرانی حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول و نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان در دانشگاه امیرکبیر و سخنرانی پیام فضلی نژاد از چهره‌های امنیتی اطلاعاتی که نقش گسترده در پرونده سازی علیه فعالان رسانه اجتماعی داشته در دانشگاه اصفهان مخالفت کرد. با این حال برخی چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا نظیر محمد حسین صفار هرندی، سعید جلیلی و غلامعلی حداد عادل به مناسبت روز 16 آذر روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف سخنرانی کردند. سایت رجا نیوز در گزارشی از لغو گسترده سخنرانی چهره‌های محافظه‌کار نزدیک به جریان پایداری و انصراف 5 تشکل بسیج دانشجویی در نشستی با حضور حسن روحانی خبر داد و با گلایه نوشت: هنوز یک هفته از اظهارات حسن روحانی در جمع مردم گرگان مبنی بر پایان دوره افراطی‌گری و فضای امنیتی نگذشته است که اخبار مختلفی از لغو گسترده برنامه‌های بسیج دانشجویی در برخی از دانشگاه‌های کشور به مناسبت روز دانشجو حکایت دارد. لغو سخنرانی همسر آقای علی محمدی که مسئولان جمهوری اسلامی وی را شهید هسته‌ای برشمردند در دانشکده هنر تبریز، لغو سخنرانی حسین شریعت مداری در دانشگاه امیرکبیر، حمید رستایی از نمایندگان مجلس نزدیک به جبهه پایداری در دانشگاه صنعتی قم، سخنرانی پیام فضلی نژاد در دانشگاه اصفهان و لغو برنامه بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، لغو سخنرانی سید محمود نبویان در دانشگاه آزاد عراق، محمد رضا میرتاج‌الدینی از چهره‌های اصولگرا، علیرضا زاکانی از چهره‌های امنیتی اطلاعاتی که دست در پرونده‌سازی علیه فعالان سیاسی دارد، از جمله رخدادهایی بود که در مراسم روز دانشجو در دانشگاه‌های سراسر کشور مجال سخن پراکنی از نیروهای امنیتی وابسته به نهادهای اطلاعات موازی را گرفت. در واکنش به لغو این برنامه‌ها، حمید رسایی نماینده جبهه پایداری در مجلس و از چهره‌های نزدیک به مصباح یزدی طی سخنانی در صحن علنی مجلس مراتم خشم و نارضایتی خود را ابراز داشت که با هم بخش‌هایی از این سخنرانی را می‌بینیم. بنده روز 16 آذر را به دانشجویان و دانشگاهیان محترم تبریک می‌گم. متاسفانه امروز مثل سال گذشته مراسم روز دانشجو به دلیل تنگ نظری بدون حضور تشکل‌های دانشجویی برگزار شده و فرصتی برای بیان نقطه نظرات این تشکل‌ها اختصاص داده نشده. آقای روحانی فقط خودشون سخنرانی کردند که البته باز هم به مجلس حمله کردند. چند ماه قبل هم وقتی زمان بازگشایی دانشگاه‌ها بود همین اتفاق افتاد. آقای روحانی در اونجا گفتند، اظهار تأسف کردند که چرا برنامه ریزی این جلسه به شکلی بوده که برای تشکل‌های دانشجویی وقت نذاشتن. ایشون میگن من اومده بودم دانشگاه برای شنیدن حرف دانشجویان، نه حرف زدن. خب آقای روحانی چرا امروز این تأسف دیروزتون رو جبران نکردید؟ اگر قرار آقای روحانی روز دانشجو برن دانشگاه برای کارمندا صحبت کنن، خب روز کارمند برن دانشگاه، چرا روز دانشجو میرن؟ آقای روحانی تو پیام همایش اعتدالشون میگن پیام اصلی اعتدال اینه که بگذاریم افراد حرفشون رو بذارن،
حرفشون رو بزنن. امروز سخنرانی همسر شهید علی محمدی، سخنرانی آقای شریعت مداری، سخنرانی چند نفر از نمایندگان مجلس تو دانشگاه رو لغو کردن، از جمله سخنرانی خود بنده رو در قم لغو کردن. ایشون تو دانشگاه میگه یه اقلیتی خوشحال نیستن، برن خوشحالیشون رو جای دیگه جبران بکنن. آقای روحانی برو تو صف نونوایی تا بفهمی اون اقلیتی که خوشحال نیستن کیان و چرا خوشحال نیستن. یکی از آقای ابوترابی خدمت شما نشون دادن، من این عرضم رو تمام بکنم، یکی از آقایونی که در رسانه‌های دولتی به عنوان مشاور رئیس جمهور معرفی میشه، همکارا 30 شاخص برای جامعه زنده معرفی کرده. یکی از این 30 شاخص اینه، عین عبارت اینه: جامعه زنده است که دانمارک به شهروندان آن جامعه ویزا بدهد. چقدر خود باختگی، چقدر غرب زدگی. تقی‌زاده ملعون سرش از گور بیرون آورده میگه دارید منو روسفید میکنید، غرب زده ها، کسانی که نفوذ کردید به اسم اعتدال. این اعتدال نیست، این کاریکاتور اعتداله، این دروغه. در این میان تعدادی از انجمنهای اسلامی و تشکلهای بسیج دانشجویی وابسته به محافل امنیتی موازی در حالی که فضای دانشگاه را برای بیان نظرات خود مساعد ندیدند با انتشار نامه‌های جداگانه از شرکت در مراسم امسال خودداری کردند. روزنامه اعتماد با اشاره به حضور آقای روحانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران 16 آذر امسال را روزی متفاوت توصیف کرده و نوشته یکی از تفاوت‌های روز دانشجو در سال جاری ترکیب کسانی بود که به مراسم حضور رئیس جمهور در این دانشگاه دعوت شدند. از آن جمله منتخبین المپیادها، مسابقات قرآنی، فرهنگی و ادبی. روزنامه اعتماد همچنین یادآوری کرده که تفاوت دیگر روز دانشجو در سال جاری برگزاری مراسم در دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. دانشگاهی که زیر نظر وزارت علوم اداره نمی شود و تحت نظر وزارت بهداشت قرار دارد. به نوشته این روزنامه سومین تفاوت موضوع انتخاب دانشجویان است که در حضور رئیس جمهور صحبت کردند. اعلام شده که در جریان این مراسم حسن روحانی شنونده سخنان 10 نفر از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بوده که تشکل‌هایی که فعالیت سیاسی نداشتند. این روزنامه خبر داده که همین سیاسی نبودن هم به مزاج طیف‌هایی از دانشجویان معتقد دولت خوش نیامده و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه‌ای به حسن روحانی از شرکت در مراسم روز دانشجو سرباز زدند. در پایان این مجموعه هفتگی توجه شما را به گزیده‌ای از سخنرانی آقای روحانی در جمع دانشجویان جلب می‌کنم و همگی شما را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود. برخی می‌خواهند جنبش دانشجویی را به فضای خاصی منحصر کنند. از سال 42 در کنار روحانیت دانشگاه حضور داشت و فعال بود و همون زمانی که بزرگانی از روحانیت به زندان رفتند، بزرگانی از دانشگاه مثل مهندس بازرگان اونها هم به زندان رفتند. ما بدون نقد نمی توانیم پیشرفت کنیم و همه اونهایی که صاحبان قدرت در جامعه هستند باید به نقد افتخار کنند. وزیر علوم جدید هم ادامه دهنده راه و مسیر عزیزان پیشین خود در دولت 11 خواهد. همون راهی که بنا بود میلی منفرد طی کند و نگذاشتن، بنا بود دکتر توفیقی ادامه دهد و نگذاشتن، دکتر فرجی دانا آمد و بر عهده گرفت. ادامه راه برای دکتر فرجی دانا ممکن نشد، همون راه را دکتر نجفی ادامه داد.
و همون راه را قرار بود دکتر احمدی ادامه دهد. دکتر نیلی احمدی و همون راه را قرار بود دکتر دانش آشتیانی ادامه دهد و امروز دکتر فرهادی همون راه را ادامه خواهد داد. راه ما و مسیر ما همانی است که از روز اول به شما وعده دادیم. عهد ما با شما شکستنی نیست. بنابراین در ادامه خب حالا خواست من همینه که شما میفرمایید ما امروز در راهی هستیم که باید به هم کمک کنیم. اونایی که امروز مسئولیت سیاست خارجی رو بر دوش دارند، از رئیس دولت گرفته تا وزیر امور خارجه تا همه کارشناسان، افرادی انقلابی و چهره هایی هستند که سوابقشون در انقلاب، برخی از اونها مربوط به روزهای اول انقلابه، به روزهای اول انقلابه، یه عده تازه به دوران رسیده که البته ما به اونها هم احترام میگذاریم. نمیخواد اینقدر نسبت به آینده و ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های اسلام دلنگران باشند. نه از انتقادی میترسیم و نه از تخریبی میترسیم و نه از فریاد و سر و صدایی باک داریم. و من خواهش میکنم از دولت نقد کنید و از دولت در جایی که تشخیص میدید راه دولت درسته حمایت کنید. بدون حمایت شما و بدون نقد شما ما نمیتوانیم به نقطه هدف و مقصد نهایی دست پیدا کنیم.